از مشاوره برتر ایران دیدم در حالا حوزه لیسانس، بالاخص چون حالا در حوزه ارشد و حالا ارشد کامپیوتر و آیتی به این نحو که من برنامه ریزی میکنم مشاور دیگه ای وجود نداره، ولی به هر حال در حوزه لیسانس خیلی از مشاورهای بزرگ ایران رو دیدم که میان میگن برنامه فیکس میدن به دانشجو، میگن مثلا از این هفته تا اون هفته دیگه این کارها رو انجام بده. حالا چه جوری؟ مثلا میگن شنبه نمیدونم ساعت 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر دینی بخون، نمیدونم 3 تا 6 دیفرانسیل بخون، 6 تا 6 و نیم استراحت کن، نمیدونم 6 و نیم تا 9 فیزیک بخون. و خب این فاجعه است و باورتون نمیشه که چقدر افرادی هستند که چقدر هم معروف هستند و اینجوری دارن برنامه‌ریزی میکنن تو ایران در سطح در واقع ملی. ارزم حضورتون برنامه فیکس به هیچ عنوان نباید داده بشه و به هیچ عنوان برنامه فیکس و ثابت اجرایی و عملیاتی نیستش. هیچ برنامه ثابتی رو من تا حالا تو این همه مدتی که برای دانشجوها برنامه‌ریزی کردم، حداقل فکر می‌کنم 8 سال 9 سال من دارم برای دانشجوها و دانش آموزها برنامه‌ریزی می‌کنم و ندیدم کسی بتونه برنامه فیکس و ثابت رو انجام بده و اجرا کنه. چون شما فرض کنید که حالا یه مشکلی براتون پیش میاد، یه ساعت دو ساعت برنامه‌تون جابجا میشه. خب اگر یه ساعت دو ساعت شما برنامه‌تون به هر دلیل اجرا نشه، کل برنامه اون روزتون شیفت میخوره و برنامه اون روزتون شیفت میخوره، برنامه فرداتون شیفت میخوره، برنامه پس فرداتون شیفت میخوره، دانشجو استرس میگیرتش و اصلا برنامه های فیکس انجام نمیشه. بنابراین این متد بر این دو پایه استوار هستش، یک پایه این که برنامه بلند مدت نباید باشه و پایه دوم این که برنامه باید انعطاف پذیر و فلکسیبل باشه. خب حالا ما اومدیم چیکار کردیم برای اینکه این دو مورد رو در نظر بگیریم؟ از یک سو ما میایم برنامه رو یک هفته ای در نظر میگیریم. دقت کنید که باز برنامه خیلی نباید محدود باشه، مثلا برنامه یه روزه دو روزه، برنامه خیلی نباید خیلی بلند مدت باشه نه خیلی کوتاه مدت. ما اومدیم برنامه رو یک هفته ای در نظر گرفتیم و برنامه این یک هفته رو فیکس نکردیم، یعنی نگفتیم دقیقا مثلا آقا دوشنبه دانشجو باید از این ساعت تا اون ساعت چیو بخونه، از مثلا ساعت 3 تا 6 چیو بخونه، 7 تا 8 شب چیو بخونه. خب ما از این هفته تا هفته آینده مشخص میکنیم که چه درس هایی رو باید بخونیم و چه فصل هایی از اون درس ها رو باید بخونیم. مثلا ما مشخص میکنیم که نگاه کنید، ما مشخص میکنیم از این هفته تا هفته آینده مثلا جمعه به جمعه شما باید این برنامه‌ریزی رو برای خودتون انجام بدید. حالا اینکه چه جوری اینا رو بنویسید بهتون آموزش خواهم داد امشب. شما مشخص میکنید که از این هفته تا هفته آینده مثلا ساختمان داده میخواهید فصل 1 و 2 رو بخونید، مدار منطقی فصل 3 و 4 رو بخونید، گسسته فصل 2 رو بخونید، آمار فصل 2 رو بخونید، معماری فصل 2 و 3 رو بخونید و این چیزا رو میخواهید مرور کنید. منطقی فصل 1، نظریه فصل 2 و 3 و گسسته فصل 1، اینها را قرار هست مرور کنید. اگر دقت کنید دیگه کنیم اولویت دادیم ما، یعنی الان اولویت یک رو دادیم به ساختمان داده، اولویت دو توی ستون خواندن، دقت کنید اولویت دو مدار منطقی، اولویت سه گسسته و این اولویت ها هم باید رعایت بشه. با توضیح میدم که اولویت ها رو باید چجوری تعیین کنید. خب شما مشخص میکنید که من از این هفته تا هفته آینده میخوام این چیزها رو بخونم، اما اصلا مشخص نمی کنید که اینها رو چه روزی قراره بخونید. خب حالا اینکه اینها رو از کجا میارید بعدا خواهم گفت و اینها رو مشخص می کنید که خب من ساختمان داده فصل 1 و 2 رو که میخوام بخونم چند ساعت توقع دارم فصل 1 و 2 رو بخونم، میگین مثلا 12 ساعت. گسسته فصل 2 رو قرار بخونم و فصل 1 رو قرار مرور کنم، چند ساعت قراره این دو مورد با هم انجام بشه؟ 8 ساعت. منطقی من قرار هستش که فصل 3 و 4 رو بخونم و فصل 1 رو مرور کنم، این دو روی هم رفته به 10 ساعت نیاز داره. حالا از کجا میفهمیم که به چند ساعت نیاز داره؟ ساختمان 12 ساعت، گسسته 8 ساعت. اینها رو هم در جداول دیگه خواهیم فهمید و بعد از یکی دو هفته درس خوندن مستمر این پارامترها رو ما در میاریم که من مثلا 20 صفحه ساختمان داده رو تو چند ساعت خواهم خوند، 30 صفحه گسسته رو تو چند ساعت خواهم خوند، یا اصلا من 1 صفحه گسسته رو تو چند ساعت خواهم خوند. چون هر دانشجو به دانشجوی دیگه متفاوته و هر کسی توی درسی قویه، توی درسی ضعیفه، یه درس رو زودتر میخونه، یه درس رو دیرتر میخونه، برای اینها مختص هر دانشجوست و از هر دانشجو به هر دانشجو دیگه متفاوت هستش. حالا شما فرض کنید که این برنامه رو یادداشت کردید که بهتون آموزش خواهم داد همین امشب. حالا